زوزه های وحشت در مجلس ارتجاع، از افشای جنایات ضد بشری رژیم آخوندی در گزارش گزارشگر ویژه ملل متحد. به دنبال انتشار گزارش گزارشگر ویژه ملل متحد در مورد نقض فاحش و سیستماتیک حقوق بشر توسط دیکتاتوری آخوندی، خبرگزاری مجلس ارتجاع درباره این گزارش زیر عنوان مجاهدین خلق مهمترین پایگاه اطلاعاتی احمد شهید در تهیه گزارش وضعیت حقوق بشر در ایران نوشت: احمد شهید گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد بار دیگر در هفته گذشته بر اساس ادعاهای معاندان نظام گزارشی را ضد نظام به مجمع عمومی سازمان ملل ارائه کرد که بر اساس این گزارش بار دیگر جمهوری اسلامی ایران به نقض حقوق اقلیت‌ها، نقض آزادی بیان و اتهامات دیگر متهم شد. سید حسین نقوی حسینی نماینده مجلس از ورامین گفت: گزارش احمد شهید در راستای تکمیل سناریویی است که بخشی از آن را بان کی‌مون دبیر کل سازمان ملل، کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا و رژیم صهیونیستی اداره و عملیاتی می‌کنند. احمد شهید برای تهیه گزارشات خود هر روز از این رسانه به آن رسانه می‌رود و ضد جمهوری اسلامی ایران مصاحبه می‌کند. گزارش احمد شهید بر اساس ادعاهای مجاهدین خلق تنظیم شده است. باقر حسینی نیز تأکید کرد: مجاهدین خلق مهمترین پایگاه اطلاعاتی احمد شهید برای تهیه گزارش درباره وضعیت حقوق بشر ایران است. احمد شوهانی نماینده دیگر مجلس گفت: با توجه به اینکه احمد شهید در چند سال اخیر سفری به ایران نداشته، معلوم نیست که وی گزارش‌های خود درباره حقوق بشر ایران را چگونه و بر پایه چه اطلاعاتی تدوین و تنظیم می‌کند. به طور حتم منبع اصلی اطلاعات وی مجاهدین خلق است. متأسفانه احمد شهید در گزارش‌های خود تنها از یک منبع خاص استفاده می‌کند که آن منبع اطلاعاتی سال‌های طولانی است که با نظام ایران دشمنی دارد.